مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرده که 120 مورد نقض حقوق بشر در ماه جوان در مناطق مختلف بحرین صورت گرفته است. مرکز حقوق بشر بحرین تصریح کرد که طی یک ماه گذشته تخلفات فرقه‌ای زیادی در بحرین به ثبت رسیده که منجر به رنج شهروندان شیعه شده است. فاطمه موسوی گزارش می‌دهد مرکز حقوق بشر بحرین در گزارشی اعلام کرد که نقض حقوق بشر در این کشور شامل تخلفاتی از جمله هشدار امنیتی، هجوم به منازل، ایجاد ایست بازرسی در بیش از 15 منطقه به ویژه در راز و سنابس بوده و این در حالی است که مقامات بحرینی طی یک ماه گذشته 15 نفر را احضار و 8 نفر را بازداشت کردند. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری مردم در مناطق مختلف بحرین در همبستگی با شهدا شخصیت های سیاسی و بازداشت شدگان چهل بار دست به تجمع و راه زدند. مرکز حقوق بشر بحرین تصریح کرد که طی یک ماه گذشته تخلفات فرقهای زیادی در بحرین به ثبت رسیده که منجر به رنج شهروندان شیعه شده است یکی از این تخلفات ممانعت مقامات امنیتی بحرین از اقامه نماز جمعه در 8 جوان گفته شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، شهرک در در سالهای گذشته شاهد محدودیت های آزادی تردد بوده و حتی در ماه جوان یک زیارتگاه معروف شیعیان توسط مقامات آل خلیفه بسته شد. برخی نهادهای محلی و مردمی مردمی این کشور کمپین رسانه ای را برای بازسازی و بازگشایی این زیارتگاه به راه انداختند مرکز حقوق بشر بحرین همچنین به وخامت اوضاع زندانیان سیاسی در بحرین اشاره کرده و گفته که زندانهای جو و حوزل جفجاف شاهد اتفاقات ناگواری هستند این مرکز حقوق بشری به تداوم رنج زندانیان در زندان جو و اعتصاب آنها برای آزادی و مطالبه حقوق اولیه خود اشاره کرده است. نگرانی مرکز حقوق بشر بهرین از وخامت اوضاع زندان جو در حالی است که به تازگی یک جوان 32 ساله شیعه به نام محمد عبدالله حسن یعقوب که به حبس ابد محکوم شده و در این زندان به سرطان مبتلا شده بود بر اثر قصور پزشکی درگذشت. مرکز حقوق بشر بحرین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا مقامات بحرین را تحت فشار قرار دهند و از هزاران نفر در بحرین که قربانی شکنجه شدند و از کسانی که امروز در بازداشتگاه ها برای اعتراف کردن شکنجه می شوند حمایت کنند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه